سلام های گرم عزیزانم، به برنامه کودکان مقدمند خوش آمدید. به اتفاق همکارم حسین خدای فر در اتاق فرمان این برنامه رو خدمتتون عرضه می کنیم در رابطه با آن چیزی که به نام رقص و آواز در مدارس در روز معلم اتفاق افتاد. در این برنامه صحبت می کنیم در رابطه با یک آموزش و پرورش شاد و انسانی. اما قبل از هر چیز بریم سراغ راه‌های تماس با نهاد کودکان مقدماً و برگردیم به موضوع برنامه. همین شماره تلفنی که در پایین صفحه میبینید، ما در دسترس هستیم. با همین شماره واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، ایمیل آدرس هم که در اختیار شما هست، از طرق معمولی هم که ما در دسترس هستیم و میتونید با ما در تماس باشید. هفته گذشته تعدادی از شما عزیزان با ما در تماس بودید، برای ما عکس و خبر فرستادید، به ویژه در رابطه با روز معلم، و یک گلگی هم کرده بودید که همینجا پاسخ میدم به سلطان عزیز. از یکی از شهرهای کردستان نوشته بودن که عکس ها و آن چیزی رو که فرستاده بودم شما در برنامه کودکان مقدمان نشون ندادید. من نگاه کردم و نشون هم داده بودیم و اگر این بار لازمه ما فرستنده اون عکس رو بگیم و یا تأکیدی بر این هست که اسم شما آورده بشه، حتما قید کنید که به اسم خودتون بگیم. بسیاری نکاتی که با ما در میان گذاشتید، خبرهایی که فرستادید، ما فقط گفتیم بینندگان ما با ما در تماس بودن و صحبت کردن. این از این موضوع و امیدوارم سلطان نازنین هم همین به قدر همین موضوع کافی باشه براش و کفایت داشته باشه و راضی. اما آن چیزی که در مدارس اتفاق افتاد، هنوز پس لرزه های روز معلم جمهوری اسلامی رو می لرزونه و به چالشی جدی می کشه. 12 اردیبهشت در 27 شهر در ایران صدها مدرسه معلمین دست به اعتصاب زدن، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی کردند، در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش دست به اعتراض زدند. یکی از خواستهای مهم، اساسی و تعیین کننده بهبود وضعیت آموزشی بود. بهبود وضعیت آموزشی در یک کلمه کنار هم انگار به هم فشرده شده. وقتی که بازش میکنید بهبود معنی داره. بهبود یعنی که این کتابهای درسی همش جعلیات و خزعبلات باید برداشته بشه، فضای پادگانی مدرسه باید برداشته بشه، آن چیزی که به نام مدرسه و ساختمونش ایجاد شده، اغلب اونها، یعنی حد اکثر اونها، بیش از 90% اونها غیر استانداردن و همگی اونها از رده خارجن، چه نوساز و چه مخروبه، در حالی که بیش از 60% مدارس طبق صحبت خود اداره آموزش پرورش مخروبه هستند و در این حال فضای غمگین، افسرده، چیزی مانند مسجد و تکیه در مدارس ایجاد شده. نمازخونه، عکس شهید، آیات قرآنی و کودکانی که سر سوزنی برای اون چیزی که در موردش براشون تبلیغ میشه ارزش قائل نیستن. با جهان کودکی، با طبیعت یک کودک در تضاد و به همین خاطر نمیفهمش، نمیپذیرش. آموزش نباید ایدئولوژیک باشه، اما آموزش پرورش در جمهوری اسلامی نه تنها ایدئولوژیکه، بلکه کاملا امنیتی و با جهتگیری معین برای سربازگیری از
دانش آموزانه. آن چیزی که آموزش و پرورش اعلام میکنه اینه: سند بنیادین تحولی که در آموزش و پرورش باید اتفاق بیفته و بند اون باید مطابق آیات قرآن و غیره باشه. در حالی که علم، دانش، طبیعت انسان به یک جهت دیگه دائما در حال تکامله، یک حکومتی اومده و میخواد یک آموزش پرورش حکومتی درست کنه. 40 سال زحمت کشیده، 40 سال دستگیر کرده، سرکوب کرده، بگیر و ببند راه انداخته، معلم پرورشی تربیت کرده، انواع سعید توسی ها ازش در اومده، مدارس رو به مساجد و تکیه و غیره تبدیل کرده، اردوگاه های مفرح آموزشی و ورزشی رو به اردوی راهیان نور و اون تصادفات رو ببر جبهه و غیره تبدیل کرده، جشن تکلیف گرفته، گله آخوند به مدارس روان کرده، 800 هزار مدرسه رو به حوزه به اصطلاح علمی یا تربیت گله آخوند تحویل دادن، مدارس رو طبقه بندی کردن، ایثار، شهدا و غیره، حتی مدارسی رو ایجاد کردن که نخبگان حکومتی در اونجا آموزش ببینن فرزندان اونها و نخبه بشن. اونجا هم براشون کار نکرد، مثل مدرسه دکتر معین از آب در اومد و داستاناش رو شما خودتون میدونین. هر تلاشی که جمهوری اسلامی کرد به دیوار خورد. دلیلش ساده است: جمهوری اسلامی به مردم تحمیل شده. بگذارید یک ویدئو رو از شادی دانش آموزان در کلاس ها ببینیم و در مدارس ببینیم، میایم سراغ ادامه بحث. همه موضوع ساده و روشنه. این کودکان از حق طبیعی کودکی خودشون دارن استفاده میکنن، اما ما موظفیم به عنوان بزرگسالان، به عنوان مدافعین حقوق کودک، این پوسته ها رو کنار بزنیم. در پشت این شادی و نشاط، در زمینه این رقص و آواز، نکات بسیار زیادی نهفته است. اولینش اینه که مردم حکومت اسلامی نمیخوان. این رو با هر شکل و هر زبانی اعلام میکنن، از ابوالفضل پارتی و حسین پارتی و غیره گرفته تا مسخره کردن گله آخوند و جوک درست کردن از بالا تا پایین دین و ائمه و غیره. مردم نمیخوان. یک حکومتی ایدئولوژی خودش رو میخواد حق نکنه بر ذهن مردم و
چون یه دستگاه استبدادی زندان و شکنجه و اعدام و بگیر و ببند و محرومیت و تبعید و غیره داره، فکر میکنه که جامعه پذیرفت. میگه اگه نپذیری میگیرمت. همین الان که ماه رمضان هست، بخش اعظم فعالیت امنیتی جمهوری اسلامی شده مبارزه با روزه‌خواران. خب این معلومه که یه عده نمیخوان، وگرنه مبارزه ای قرار نبود باش بشه. مبارزه با ناهنجاری های صوتی، یعنی مردم موزیک گوش ندن، اونی که حکومت میخواد رو گوش بدن، انتخابشون انتخاب حکومتی باشه، و جواب نگرفته. از طرفی آموزش و پرورشی که جمهوری اسلامی میخواست به پادگان تبدیلش کنه و اونجا سربازگیری بکنه، از معلم و شاگرد به جمهوری اسلامی نمیگن. ده ها معلمی که در زندانن به رهبران جامعه اصلا تبدیل شدن، مانند اسماعیل عبدی و آقای مردانی، محمد حبیبی و ده ها معلم ارزشمند مبارز خستگی ناپذیر دیگه، به اسطوره تبدیل شدن، تبدیل شدن به آیکون مبارزات، به خاطر اینکه جامعه اونها رو به عنوان رهبر خودش میپذیره، اگرچه توی زندانن، اگرچه نمیذارن اونا حرف بزنن. حرف همین اونا هم همین چیزیست که الان اتفاق افتاده. میگه آموزش پرورش باید شاد و انسانی باشه، آموزش پرورش باید رایگان باشه، آموزش پرورش نباید پولی و خصوصی و طبقاتی باشه و میشه جرم امنیتی. در روز معلم، مدیر و معلم مدارسی که نتونسته بودن در اون تظاهرات ها یه اعتراض شرکت کنن، به شکل دیگه ای تظاهرات کرد. جمهوری اسلامی اینو میدونه، رفتن دیجی آوردن توی مدرسه با هر موزیکی. میگن این موزیک مناسب کودکان نبود. خیلی از این کودکان شاید تمام حرفایی رو که، یعنی متن اون ترانه رو به جز اینکه حالا حفظن، اصلا بهش دقت ویژه‌ای هم ندارن. اون میخواد اینا رو برقصونه و شاد کنه و اونا شادی میخوان و باش میرقصن. میگن چرا کلمه سکس در این ترانه اومده؟ این چه تظاهریه؟ این چه درویی و فریبکاریه؟ چطور دختر 9 ساله رو میبرین جشن تکلیف براش میگیرین؟ معنیش چیه؟ معنی سکسی دیگه ای داره مگه جشن تکلیف؟ مگه 9 سالگی مرز سکسی نیست؟ شما کردین، شما گفتین بعد از اون زنی، و زن یعنی چی؟ و آماده میشی برای ازدواج و همخوابگی. بعد میگه چرا اون توی موزیک گفت سکس؟ توی تحریر الوسیله سکس رو میبرن تا کودک شیرخواره، بعد میگه چرا اون گفت سکس؟ خودم باید میگفتم. اینها موزیک کودکان نبود. شما موزیک کودکان تولید کردی؟ موزیک کودکان تولید نکردی. شما آیات و نوحه و سینه زنی و غیره رو میخواستی بکنی موزیک کودکان، نگرفته، نمیگیره، با طبیعت کودک جور در نمیاد، نمیخواش، به خاطر اینکه شما میخواید شادی رو از جامعه بگیرید که به جاش سینه زنی و نوحه و جمکران و نمیدونم خودتو به ذریح ببند و غیره رو انجام بدین، و جامعه حق خودش رو میخواد. به همین سادگی. 12 اردیبهشت روز معلم، این جامعه، دانش آموزان، معلمین و خانواده ها به جمهوری اسلامی گفتن نمیخوایمت. به چه زبونی باید میگفتن؟ به همین زبون گفتن، به همین زبان گفتن، با هر خواننده دیگه‌ای که گفتن. هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نمیشد. به جای این ترانه، یه ترانه دیگه‌ای که مردم رو شاد میکرد و باش میخندیدن و میرقصیدن انجام میشد. گفتن این یک ترانه مبتذله. کتاب های درسی که از همه مبتذل تره، آخوندی که توی مدرسه است که از همه مبتذل تره. مبتذل اونه که آموزش پرورش رو تبدیل کرده به تجارت خونه، مبتذل اونه که آموزش رو میفروشه، مبتذل اونه که 7,500,000 کودک با آمار خود جمهوری اسلامی از آموزش و پرورش به بیرون پرتاب شدن. کجا پرتاب شدن؟
پرتاب شدن به خیابون، به بازار بیرحم کار. یک موزیک ویدئوی کوتاه هست از اجبار به نوه خانی در مدارس. شما بعداً با همین موزیک ویدیوهای شاد این دوتا رو با هم مقایسه کنید، ببینید دانش آموزانی که خود جمهوری اسلامی مخشویی کرده آورده نوه خونشون کنه، واکنششون چیه؟ واکنششون چیه؟ صبحی برای چی همسایه رو اذیت میکنی؟ داداش اول صبحی چرا سر صدا میکنی؟ فدات بشن مردم، بچه ها اومدن درس بخونن یا اومدن زیارت، چیه اومدن؟ اول صبحی ها خیلی نشد که آخه اینجا مزاحم مردم داری میشه، ما اینجا همسایه اینجا هستیم مزاحم داری میشه آقا، یعنی چی این کار؟ اون بچه ها اومدن درس بخونن یا چی اومدن؟ آقا بفرمایید، یه بار بیرون آقا، یه بار بیرون اینجا بفرمایید آقا. خب مقایسه خیلی ساده است، هیچ کار سختی هم نبود. جامعه‌ای که مذهب رو نمیخواد، جامعه‌ای که پوستش شکافته شده و مدرنیزم، زندگی امروزی شاد انسانی مانند بشر زندگی کردن ازش زده بیرون و جمهوری اسلامی مونده در عرض 40 سال هر کاری که کرده سرش به سنگ خورده. به زور حجاب سر زنان و کودکان، کلا کودکان نه، کودک 3 ساله‌ای که باید ببرنش مدرسه جز خرد سالان میشه، حجاب سر اون کرد تا بالاتر. نتیجه‌اش اینه که اتومبیلی که در آن بد حجابی صورت می‌گیرد، احتمالاً باید همه اتومبیل‌هایی که در آن بی حجابی صورت نمی‌گیرد و یه جوری کاری کرد، وگرنه بقیه همون کاری رو می‌کنه که هر بشر دیگه داره انجام میده. جامعه رو شخم زدن که تخم مذهب توش بپاشن. نه تنها این تخم خشکید و ثمر نداد، بلکه برعکس شد، چیز دیگری جوانه زد، خشم و انفجار و اینکه ما این حکومت رو نمیخوایم. از برنامه‌های اجباری مدارس، جشن‌ها و آن چیزی که به نام مدارس، به نام مراسم در مدارس‌ها برگزار میشه، بارها من در این رابطه با خود شما صحبت کردم. چیزی حدود 159 مراسم آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایجاد کرد. در یک دونه از این مراسم ها یک لبخند روی لب کودک نمیاره، یک تبسم روی لب کودک نمیاره. تمام داستان برای شهید پروری تو و تو بیا سرباز من بشو، انتحاری بشو، من بعدن از تو بسیج دانش آموزی و خبرچین و جاسوس درست کنم تا انتها. همه آن چیزی که جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل کرده خودش رو در همون روز جشن معلم، روز معلم در مدارس به خوبی نشون داد. همه رقص بلدن، همه میتونن شادی کنن و یک حکومتی پرس کرده همه رو زیر پنجه‌های خونی خودش نگه داشته. همه جهانی شاد میخوان و جمهوری اسلامی نمیخواد مردم شاد باشن، چون صنعت مذهب، دکان مذهب در گریه‌زاریه. قبلا خمینی شیاط هم همین رو میگفت، این گریه ها حکومت ما رو نگه داشته است. خنده این دانش آموزان، شادی این دانش آموزان، یعنی ما یک حکومت شاد انسانی هم میخواییم دیگه. معنیش این، ما حکومتی میخواییم که به کودک نگاه انسانی داشته باشه و جمهوری اسلامی نداره. ما حکومتی میخواییم که بگه کودکان مقدمند بر هر ایدئولوژی، بر هر منفعت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و کودک در مرکز اصلی جامعه است.
اما حتی کودکانی که هنوز به مدارس نرفتند و تحت قیودات مذهبی خانواده هستند، اونها هم واکنششون دیدنیه. یک ویدیو یک چند ثانیه ای داریم، با هم اون رو میبینیم. خب آهنگ نمیذاری برقصم؟ اینه کودکی، اینه کودک شادی میخواد. این ذهن برای پرورش با گریه پرورش پیدا نمیکنه، با سرزنش پرورش نمیکنه، با تهدید پرورش پیدا نمیکنه. ذهن با شادی پرورش پیدا میکنه. نوع بشر اینطوریه و جمهوری اسلامی ضد بشر با رفتار ضد بشری حکومتش رو میخواد پیش ببره. موضوع فقط موزیک، آهنگ، این دی جی بود، اون متن اون ترانه ناموناس، اینا رو بذارین کنار، اصلا فراموش کنین کی خوند چی خوند. مهم اینه که این جامعه رکشنش واکنشش به جمهوری اسلامی همینه که دیدید. این کل جامعه است، نه دانش آموزان. وزیر آموزش پرورش چی گفت؟ گفت باید اینها نماز بخونن تا رشد و پرورش کنن، نه برخصن. خب چند سال شما نماز خونه توی این مدارس درست کردی؟ به محل جوک و بازی تبدیل شد. ادای نماز خوندن رو در آوردن، انواع بازی ها رو بر علیه نماز خوندن درست کردن. چند سال کهتوب درسی و معلم ورزش و پرورشی و گله آخوند توی این مدارس آورده شد که شبهات دینی دانش آموزان را برطرف کنید. دیدید؟ این جامعه ایست که زده زیر مذهب، زده زیر حکومت، زده زیر آن چیزی که بهش میگن جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از درون فرو پاشیده و از بیرون هم پوسته هاش داریم. اینا ریزشن. به همین سادگی جمهوری اسلامی شکست میخوره، به همین سادگی مردم میگن ما تو رو نمیخوایم، برو بساطتو جمع کن، دستتو از رو سر کودکان بردار. این جامعه شاد و انسانی میره به کار حرفه‌ای کودکان خاتمه میده، به آموزش پرورش غیر انسانی و طبقاتی که شما درست کردید خاتمه میده، به زندانهای سیاسی خاتمه میده. کودک و شادیشو سر جای خودش میذاره، میگه کودک در رأس جامعه است، میگه کودکان مقدمند. و حتما برای آموزش و پرورشی شاد، انسانی، رایگان و در این حال اجباری تلاش میکنه، مبارزه میکنه و به قانون کشور تبدیلش میکنه. اون وقت این بساط تجارتخانه‌ای که شما درست کردید جمع و جور میشه. شادی حق کودکانه. ممنونم که به این برنامه توجه کردید. تلفن‌های ما رو دارید، حتما با ما در تماس باشید. ما یک تشکرم از حسین خدایی‌فر بکنیم و بگیم که برای همه همکاریات مرسی.